اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی گزارش‌های خبری درباره وضعیت اقتصادی کانادا در شرایط سقوط قیمت املاک در این کشور، در مصاحبه تحت عنوان چگونه سقوط فروش مسکن می‌تواند اقتصاد کانادا را مختل کند. هنوز وقت وحشت فرا نرسیده، اما بانک مرکزی کانادا بررسی خود پیرامون چگونگی احتمال وقوع اختلال در اقتصاد کانادا به دلیل رکود بازار مسکن را منتشر کرده است. به گزارش سی بی سی، این بانک در آخرین گزارش خود میگوید خانواده‌های کانادایی نسبت به دو نوع شوک ضربه پذیرند، یکی کاهش شدید در قیمت مسکن و دیگری خراب شدن شرایط بازار کار، و این در حالی است که هرچه عدم توازن در بازار مسکن تداوم یابد، این نقاط ضعف تشدید شده و بدهی خانواده‌ها هم افزایش خواهد یافت. گفتنی است این گزارش به خصوص بر بازار برج‌های مسکونی به ویژه در تورنتو تاکید دارد، چرا که احتمال یک فروپاشی در بازار مسکن ممکن است که از این بخش آغاز گردد، البته اگر هنوز آغاز نشده باشد. در این گزارش همچنین آمده است که شرایط فعلی نگرانی اساسی را این گونه توجیه می‌کند که تعداد واحد‌های مسکونی در حال ساخت به سرعت رشد کرده و اکنون به یک رکورد تاریخی در مقایسه با جمعیت دست یافته است، و این در شرایطی است که این مشکل عمدتاً به خاطر رشد ساخت مسکن‌های چند واحدی از جمله کاندوها به ویژه در کلان شهرها به بار آمده است. به نوشته سی بی سی، بانک کانادا در ادامه به تأثیر ممتد و مارپیچی بازار مسکن بر اقتصاد کانادا اشاره کرده که خود این امر بیشتر بازار ساخت مسکن را در رکود فرو خواهد برد. همچنین وسوی دیگر، تعدیل قیمت در بخشی از بازار مسکن ممکن است به فشاری برای کاهش قیمت در سراسر بازار مسکن تبدیل شود، که در نتیجه این امر ممکن است به کاهش فعالیت‌های ساخت مسکن منتهی شده که به نوبه خود تأثیر منفی بر درآمد خانوارها و اشتغال داشته و اعتماد آنها را متزلزل کرده و در نتیجه به کاهش مصرف خانوارها منجر شود، و از آنجایی که کاهش درآمد و سطح اشتغال به توانایی خانواده‌ها برای بازپرداخت بدهی‌هایشان ضربه می‌زند، همین مسئله ضرر مؤسسات مالی را نیز بالا خواهد برد و باعث خواهد شد که این مؤسسات شرایط سختی را برای وامدهی تعیین کنند، و اینکه این تأثیرات مرتبط بالاخره تراز مالی خانوارها و مؤسسات بانکی را تخریب نموده که خود ممکن است به کاهش بیش از اندازه بهای مسکن منجر گردد. گفتنی است این البته تنها یکی از سناریوهای مفروض است، اما بانک کانادا پیشبینی کرده است که اگر اقتصاد دچار رکود ممتد مارپیچی گردد، منطقی خواهد بود که قیمت مسکن به زیر سطح کافی سقوط کند. ضمن آنکه باید توجه داشت که در صورت وقوع فروپاشی در بازار مسکن، اشتغال هم ضربه شدیدی را متحمل خواهد شد، چرا که همکنون اشتغال در کانادا بیش از آنچه ایالات متحده یک دهه پیش و در اوج حباب مسکن به اشتغال در بخش ساخت مسکن وابسته بود، به این بخش وابستگی دارد. به گفته بانک مرکزی کانادا، در بهار امسال 7.4% اشتغال در کانادا مربوط به بخش ساختمان بوده، در حالی که این نرخ در یک دهه پیش ایالات متحده تنها 6% بود و اکنون به 4.2% کاهش یافته است.